ما داریم به دنیا نشون میدیم، علی رغم کرونا، علی رغم سختی که مردم دارن، مشکلات اقتصادی، به حمدالله فعالیت های تولیدی ما، سازندگی ما ادامه پیدا میکنه. پتک کرونا و سندان تحریم ها، این روزها فشار بر مردم ایران بیشتر است یا بر حکومت ایران؟ دو مهمان داریم. از وزیر خارجه ایران در دوران پهلوی میپرسیم چطور گریبان آمریکا را گرفته، و از یک ناسیونالیست میپرسیم چطور با تحریم ها همراه شده. در ادامه این 60 دقیقه. کرونا از درگیری در افغانستان کم نکرد، رمضان هم به داد صلح نرسید. دولت و طالبان یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم میکنند. کرونا برای مدتی هست و ما باید با وجود کرونا زندگی کنیم. برنامه دولت ایران برای اماکن مذهبی در ماه رمضان، روحانی میگوید مساجد در بعضی مناطق شاید تا دو هفته دیگر باز شود. و شرایط سخت دانشجویان خارجی در اروپای کرونا زده، دور از خانه و محروم از کمک‌های مالی دولت‌های میزبان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اقتصاد ایران در تنگنای کم نظیر قرار گرفته در میان دو سنگ آسیا. با اوج گرفتن تحریم‌های فلج کننده، ویروس کرونا از راه رسید و کسب و کارها را نیمه تعطیل کرد. گزارش شده که در یک ماه گذشته چین، بزرگترین شریک تجاری ایران، فقط توانسته حدود 80 میلیون دلار از ایران نفت وارد کند. بسیار پایین‌تر از آنچه تصور می‌شد. عده‌ای از مقام‌های سابق و کارشناسان مؤسسات مطالعاتی در آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ توصیه کردند که مبادا به دلایل بشردوستانه در شرایط کرونا تحریم‌ها را کاهش دهد. عده‌ای هم می‌گویند که این فشار خرد کننده کمر مردم ایران را خواهد شکست، نه پشت حکومت را. تحریم در شرایط کرونا با حکومت و مردم ایران چه می‌کند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول کسرا ناجی از تلاش‌ها برای کاهش یا حفظ تحریم‌ها می‌گوید. پرتاب موشکی نظامی به فضا از طرف سپاه پاسداران هفته پیش، اقدامی هزینه بردار در بحبوحه بحران کرونا و اوج تحریم ها. ما داریم به دنیا نشون میدیم علی رغم کرونا، علی رغم سختی که مردم دارن، مشکلات اقتصادی، به حمدالله فعالیت های تولیدی ما، سازندگی ما ادامه پیدا میکنه. همین چند هفته پیش بود که 24 نفر از شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی در نامه‌ای خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند تا بلکه بشود به ایران برای مبارزه با کرونا کمک کرد از طریق ارسال بیشتر دارو و تجهیزات پزشکی. آنها نوشتند که فشار حداکثری آمریکا نظام پزشکی ایران را برای این مبارزه تضعیف کرده و جان صدها هزار نفر را به خطر انداخته. نامه‌ای در راستای درخواست ایران از جامعه بین‌المللی برای کمک به برداشته شدن تحریم‌های آمریکا. این نامه اما واکنش تندروها را در آمریکا به دنبال داشت. بیش از 50 نفر از مقام‌های سابق و کارکنان مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که مبادا به علت بحران کرونا در ایران تحریم‌ها را کاهش دهد یا سست کند. مگر آنکه ایران از تروریسم دست بردارد، برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش را متوقف کند، گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند و به سرکوب مردم ایران خاتمه دهد. آنها نوشتند تحریم‌های آمریکا مانع فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نیست. و از این گذشته ایران در حساب‌هایش در خارج از کشور میلیاردها دلار سپرده دارد، همانطور که در داخل در بیت رهبری و نهادهای دیگر. If Iran needed aid on this, I would be willing to do something if they want it. رئیس جمهوری آمریکا قبلا گفته بود حاضر است تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های تنفسی در اختیار ایران بگذارد، چیزی که ایران آن را رد کرده است. اما درخواست‌ها برای خاتمه سیاست فشار حداکثری آمریکا به ایران ادامه دارد. این نامه‌ای از کسی که نمی‌شود او را طرفدار رژیم ایران تلقی کرد. اردشیر زاهدی، وزیر خارجه پیشین ایران و سفیر ایران در واشنگتن قبل از انقلاب.
او میگوید تنگنایی که تحریم ها برای 80 میلیون مردم ایران به وجود آورده برخلاف تعهدات و قوانین بین المللی است و به تقویت رادیکالیسم در ایران کمک کرده است، به قیمت فقر مردمی که بسیاری از ضروریات اساسیشان را ندارند. دستگاه تنفس مصنوعی که میخواستن به اندازه نیاز. اما ادعاهای مقام ها و رهبران ایران برای مصرف داخلی است که خیلی ها را در خارج از کشور متقاعد نکرده. این رئیس جمهوری ایران همین چند روز پیش، اینکه ما امروز در زمینه مواد ضد عفونی کننده، شوینده، بهداشتی، نه تنها توان ما به گونه ای است که نیاز داخلیمون تأمین میشه، حتی قدرت صادرات هم داریم و میتونیم بخشی از اینها رو به کشورهایی که نیازمند هستن صادر کنیم. با بالا گرفتن تنش در خلیج فارس در روزهای اخیر، بعید است مسئله کاهش تحریم ها در آینده نزدیک در دستور کار رئیس جمهوری آمریکا باشد. کسرانجی، بی بی سی. اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در دوران سلطنت پهلوی از مونترو سوئیس با ماست. آقای زاهدی، منتقدان شما میگن که مخالفت شما با تحریم نتیجه جز تقویت جمهوری اسلامی نداره، چه بسا در این شرایط نوعی حمایت هم تلقی میشه. آیا شما از جمهوری اسلامی حمایت میکنید؟ اولا راجع به دولت یا جمهوری اسلامی هیچ وقت صحبت نکردم و نمیکنم. در این موضوع عقیدم بوده و هست و ایرانیایی که در ایران هستن و اینجا ما خوش میگذریم و ناحت میخوریم و نون ندارن، دوا ندارن، دلم با اوناست. وظیفه خودم میدونم، اونها هم برای خودم برادران خواهران خودم میخوان. من هیچ وقت نخواستم یه طرفی رو بگیرم. و اما راجع به این که با چه بکنیم، چرا نه، برای با مملکتمون همه چی داره، مسلمه. و بعد امروز همین چند روز پیش خودتون تو اخبار گفتید که فوزه‌ای که هوا کردیم برای که برای چیزای هر شد که ماهواره و غیره داشته باشه ایران، توی شاید آمدن گفتن نه این بر اتمه. در اسرائیل و امریکا در این چیزا با هم شریکن متاسفانه و این صحیح نیست. در زمان قدیم، زمان نیکسون، زمان جانسون، اونا سعی کردن ما با همسایمون روابط حسنه داشته باشیم. حالا اینا آمدن سیاست دیواید اند رول اونا رو بخوان چوبا رو، ولی هر کاری دلشون میخواد که هر مملکت برای خودش. حق ندارن این پول هایی که گفته میشه مال مردمه، مال زن و بچه ایرانی است. این پولا در که دادیم برای خرید بوده قبلش هم، و این از لحاظ قوانین بین الملل خلاف قوانین بین الملل. اینها آمدن مذاکرات کردن، 5 سال دیپلماتای ایران الحق و انصاف زحمت کشیدن، از خودشون چیز شخصیت نشون دادن، صبر و حوصله، امضا کرد، امکستاد. ایشون رئیس امریکا آمد گفت ولی چون این آدم سیاه بوده در که من مخالفم. اینها در امروز مسخره است و هر کسی قبول نمیکنه. نمیتونیم بگیم اون چی که مال منه مال منه، اون چی هم که مال شماست مال منه. باید انصاف داشت، باید شرف داشت و باید قضاوت روی شرف و وجدان باشه. اما ایرانی هایی که در خارج میگن برید اونجا بمب بندازید و یا اونجا قوا بکشید، به نظر من اونا ایرانی نیستن دیگه. اونا شرافت خودشونو به قدیم هم گفتیم اینها پستان مادر گاز میگیرن. این بدترین چیز ایرانی است. از خارج پول بگیرن، تازه با چه جور میخوان برن ایران. من افتخار میکنم به قدرت ارتش ایران که اینقدر به گند خورده برای مملکتش. به همین دلیل با یه جنرالش بد بودن، شما یه چه کساعتکاری ها برخلاف قوان کردن. اما به سایل میگن شما ها تروریست هستید، تروریست هستید، کسایی هستید ترور میکنن جلو براتون، بعد هم از شما پایوش میگن که ما افتخار میکنیم این کار کردیم. اینا غلاف از فرقه وجدان مذهب و غیره. شما اگر وقت داشتید با صورت دیگه بله بله. آقای زاهدی، اتفاقا اشاره اخیرتون اگر اشتباه نکنم به آقای سلیمانی بود. شما بله شما گفتید که در مورد حکومت ایران حرف نزدید، ولی خب از آقای قاسم سلیمانی تمجید کردید. خواسته یا ناخواسته فکر نمی کنید که به طرف حمایت از جمهوری اسلامی کشیده شدید؟ ببین آقا، هر کی هر چی دلش بخواد بگه. این افسران، این جوانها از پایینش گرفته بالا، حالا سیویلش هم بد میگم چون راجبه
این کسان به قرآن خودشون به مملکت خودشون سوگند خوردن و نشون دادن چه در خلیج فارس چه بابتیکه بالا وزیر خارجه آمریکا هپالابوزه عربی که بچه کسی راش نمیداد حالا به اون قیافش اومده شده وزیر خارجه. وزیر خارجه اینطور احمقانه صحبت میکنه. اینها آمدن میگن این آدم برای مملکتش خدمت کرده، برای مملکتش جنگیده، در مقابل اسرائیل اون وقت رئیس اون وقت که برای خودش چیز مالی داره، محکمه‌ای داره، یتن پتون مدیهوم، این مردی که آمده میگه بله ما به آقای رئیس جمهور گفتیم این کار بکن. اگه واقعا امریکا اینقدر بدبخت شده که اون بهش این حرفا رو بزنه باعث تأسف. بنابراین دوتا میشه چهار. اینا مملکتش بوده، دفاع کرده، برای وجدان خودش هم رفته تا جایی که نابودیش کرده. من افتخار بهش میکنم، افتخار بهش میکردم، افتخار بهش خواهم کرد. اینها خون خودشون برای مملکت شد دادن. اینا قابل نه اونایی که خودشون امروز در خارج فروختن به یه سیاهی یا عرب یا غیره و میخوان چه جور میخوان بریم ایران رو بگیریم. آیا با اینا کسی رو دارن در ایران؟ آیا با ارتش خارجی میخوایم بیاریم یک عراق دیگه درست کنیم، یک افغانستان دیگه درست کنیم، یک ارشد که سوریه دیگه درست کنیم که همش توش بوندن؟ خود رئیس جمهور داره سعی میکنه دخالت در کارهای ارشد که در افغانستان به جای هم نمیرسه. بنابراین من در اینجا اگر او آینده ایران بذارید خیلی خطر مفید بده. ایران امروز 60 میلیونش تحصیل کردن، یعنی میتونن بخونن و سواد دارن. 40 میلیون از این 60 میلیونش دکتر و مهندس و وزارت مدرسه رو دانشگاه در این حال رفتن. از این 40 میلیون 30 میلیونش کار میکنه یا دکتر یا تخصصی. از این 40 میلیون که دکتر و غیره هستن 20 میلیون از این 30 میلیون زنن. یک سرمایه‌ای است که خیلی کشورها ندارن در این آتی ایران. جوانهای ایران کسانی هستن که اراده دارن دولت خودشونه بیارن و ببرن. می‌فرمایید که ایران بله می‌فرمایید که ایران از نظر منابع انسانی جایگاه خوبی داره، ولی بعضی میگن که بله میگن که برای تغییر وضعیت فعلی ایران در سطح بین المللی که خب ایران دوچار مشکل هست، باید حکومت ایران رو وادار به تغییر رفتار کرد، یا حتی بعضی میگن که باید به تغییر حکومت رو آورد. چطور شما مشکل رو بیشتر در آمریکا میدونید تا حکومت آمریکا؟ تنها نیست، آمریکا شرکشن، از اسرائیل شه، از سعودی شه، اینها در برابر ایران به زانو در آمدن، حالا میخوان با خلاف قانون و غیره هر کاری کردن، خلاف قانون سازمان ملل هستن که خودشون توش رای دادن. این مال چیز مال فرض کنید مال اتم ایران. من اردشیر زاهدی در 1968 اول در انگلستان سفیر بودم، برشت که چی پروتکلش امضا کردم، بعدم اساسیشو 6 8 ماه دیگه وزیر خارجه بودم. حق ایران بوده، حق ایران هست، حق ایران خواهد بود. تا اون روزا هم که اینا میدیدن از ما میتونن چیزی بکشن، از وستینگ هاوس و از آلمان و غیره میامدند و میخواستن اونجا با هم، بعد آمدن سیاست برقرارش کردن تحت مبادا اسرائیل اومد که کتاب نوشتن، میخوام وقت تو رو بگیرم، باید چیز با تمام کنگره رو برابر ایران خواسته بره عربستان، اسرائیل بزن عربستان، اینا تمام مرکه خودش زندانی بود، آوردن در چیز گرفتن حبسش کردن در سوئیس، در زوریخ. بنابراین اگه زور میخواین در علیه ایران بگید من طرفدار هر کسی بگه هستم. دولت ایران امروز مال مردم ایران، اون جوان ها هم تصمیم برای خودشون میگیرن، ولی ما حق نداریم که گذاشتیم رفتیم پولم برداشتیم و آوردیم آمدیم اونجا میگیم لنگش کن. این هم خلاف شرفه. من هر ایرانی که از خارجی پول بگیره یا هر خارجی برای مملکتش فرق نمیکنه، ایرانی اگر خودش رو بفروشه برای خاطر پول و مقام یا ویزا داشتن، این آدم به درد شرافت نمیخوره، شرافت من نیست. ایران هم از اون بیداری است که ببین زیبلرزه. امروز ماشاءالله خودش برای خود ما چندین میلیارد پول دادیم که اینا همش اون پلو شونه، براشون طیاره بخریم، رکس بخریم، کوفت بخریم، زهرمار. اینا خودشون درون درست میکنن، اینا خودشون زیر دریا درست میکنن، اینا خودشون هواپیما درست کردن. من به اینا افتخار میکنم. خلیج فارس رو دارن نگهداری میکنن. بعد حالا آقای وزیر خارجه امریکا بگه خلیج عربی غلط کرده، از کجا خونده، در چه بوده. بنابراین سه صریح به تو بگم، آتیه ایران مال جوانهای ایران و من بهشون سر تعظیم دارم، بهشون حسادت نمی کنم، چون اینا از خودم
هم فهمیده ترن، هم وارد ترن، هم مواصل چیزهای زندگی امروزی رو دارن. متشکرم. حتی در مسجد بونم هر شد کمپیوتر و غیره است، ولی کسی دیگه بخواد برای اون تصمیم بگیره نه. من سپاس گذارم. شما دخالت خارجی رو در هر شکلش رد کردم. ممنونم از اردشیر زاهدی، وزیر خارجه ایران در دوران سلطنت پهلوی، از مونترو سوئیس با ما. صحبت از جوانها شد، میریم سراغ یک جوان، امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا آمریکا با ماست. آقای صوفیا مهر، من وقتی افکار شما رو نگاه میکنم، قبلا هم با هم صحبت کردیم، گرایش و آشکاری دارید به ناسیونالیسم ایرانی. چطور یک ناسیونالیسم میتونه از تحریم حمایت کنه، اون هم در شرایط کرونا؟ این حرفیه که تقریبا آقای زاهدی میزدند. شما از روی حسن نیت من رو ناسیونالیسم میخونید، ولی خب من خودم رو وطن دوست میدونم و اگر ناسیونالیسم معنی منفی داره، من به اون معنی منفیش ناسیونالیسم نیستم، بله من یک وطن دوست هستم. ببینید گفته های آقای زاهدی، من انتظار داشتم به عنوان نسل جوانتر از طرف آقای اردشیر زاهدی که استخوان خرد کرده در عالم سیاست، حرفای سنجیده و معقول شنیده بشه، نه خطابه نه رتوری. ایشون متاسفانه بعد از دهها حضور در سیاست هنوز سیاست و ذیل رتوریک و خطابه میفهمه و این بسیار اشتباه است. دوم اینکه ایشون متاسفانه این همانی برقرار میکنه بین منافع ملی ایران به عنوان یک کشور، به عنوان موجودیت سیاسی، و جمهوری اسلامی به عنوان به اصطلاح یه حزبی که در اصل یه حزبیه که 41 سال بر سر کار اومده و تمام به اصطلاح مراکز قدرت رو در چنگ گرفته. این خطاهای ایشونه که باعث میشه که این نتایج فاجعه بار رو بهش برسن و اونو تبلیغ کنن و متاسفانه مواضعی رو میگیره که به عنوان شرافت و دفاع از ناسیونالیسم ایران خطاب میکنن، میفهمن، ولی به یک نوع دوستی خال خرسه پهلو میزنه که در لوای دفاع از منافع ایران داره از یه حکومتی طرفداری میکنه که خانمان سوزه و نه تنها ناکار آمده، بله ناکار آمد هست، ولی خب سیاست های ویرانگری رو داره. بسیار خوب. های صوفیا مهر، ولی یک فرد وطن دوست، فردی که دل در گلو ایران داره، در شرایط کرونا چطور میتونه از تحریم حمایت بکنه، در حالی که خیلی از تحلیلگران میگن که بخش عظیمی از فشارها بر روی مردم عادی میاد؟ این سوال من بود. ببین سالیانه در ایران چیزی در حدود 30,000 نفر تلفات جاده‌ای ما داریم، اینم به خاطر به اصطلاح جاده‌های غیر استاندارد، این به خاطر ماشین‌های غیر استاندارد، این ربطی به تحریم نداره. آلودگی هوا ربطی به تحریم نداره. جمهوری اسلامی از 15 سال پیش چیزی در حدود 1,300,000,000,000 دلار نفت فروخته. این پول کجا رفته؟ این چرا صرف منافع ایران و مردم ایران نشده که در این شرایط به داد مردم ایران برسه؟ کی به جمهوری اسلامی گفته که هدف تغییر ناپذیر سیاست خارجی خودشو اسرائیل ستیزی و آمریکایی ستیزی قرار بده؟ این هاست که یک سیاه‌چاله به اصطلاح برای کشور ایران به وجود آورده که تمام منابع مادی و معنوی ایران رو داره میبله. این مشکل علت العلل تحریم نیست، علت العلل سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی. اگر تحریم نباشه، سوء مدیریت بنیاد ایران رو تخریب میکنه. من به این خاطر که موافق فشارهای حداکثری بر جمهوری اسلامی هستم. خب اگر ما تمرکز بکنیم بر روی تحریم، آمریکا سالهاست که مثلا کره شمالی، کوبا، سوریه رو تحریم کرده. بسیاری از کسانی که آشنا هستند به امور این کشورها میگن که این تحریم اگر پیامدی داشته بر روی مردم عادی اون کشورها بوده و اگر اتفاقا منفعتی داشته برای طبقه حاکمی بوده که از اون برای خودشون، خصوصا برای منافع مادی خودشون بهره کشی کردند. ببینید تحریم اقتصادی کافی نیست. ببینید آمریکا باید تکلیف خودش رو مشخص کنه و شتر سواری دلا دلا نمیشه. ببینید آمریکا باید مشخص کنه آیا میخواد واقعا رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده و با تحریم میشه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر داد، یا اینکه نه
باید سیاست‌های محکم‌تر و سفت سختی رو در پیش بگیره که مردم ایران رو قانع کنه مادامی که جمهوری اسلامی بر سر کار شما همین نکبت و همین بدبختی و همین نگونبختی رو خواهید داشت و چیزی تغییر نمی‌کنه. اینی که فرمودید تحریم کافی نیست یعنی چی؟ یعنی مرحله بعد ممکنه جنگ باشه. مرحله بعد میتونه تحریم دیپلماتیک جمهوری اسلامی بشه. مرحله بعد میتونه فشار به اروپا باشه که اروپا هم جمهوری اسلامی تحریم دیپلماتیک بکنه. خب اینا همه در ذیل تحریم قرار میگیره. درسته؟ بله بله، منظورم این بود که تحریم اقتصادی کافی نیست و تحریم‌های سیاسی هم لازمه. خیلی خوب. اگر این سیاست فشار حداکثری و این سیاست تحریم به نتیجه دلخواه آمریکا منجر نشد، در اون صورت چه؟ منظور من این هست که آیا هیچ پل پشت سری رو هم میشه متصور بود؟ ببینید، ما چرا از جمهوری اسلامی سوال نمی کنیم که 41 سال مثل یک حزبی اومده حکومت رو غصب کرده؟ چرا ما برای ما این فهم پذیر نیست که این حزب باید کنار بره و یه حکومتی سر کار بیاد که منافع مردم رو در نظر بگیره؟ چرا ما به این مسئله فکر نمی کنیم؟ چرا ما به جمهوری اسلامی فشار نمیاریم که بگیم که شما 41 سال حکومت کردیم و این کارنامه کارتونه؟ حتی طرفدارای خودتون هم نمیتونن به اصلا نمره قبولی به این کارنامه بدن. خب برید کنار. آقای خامنه‌ای 31 سال بر سر قدرته و ایشون الان در قرنطینه قرار گرفته، در صورتی که مردم عادی باید در خیابان دنبال یه لقمه نون باشن. این چجوریه که کروناس فقط برای آقای خامنه‌ای خطرناک؟ ایشون کجاست؟ ترامپ با همه بدیهاش هر روز کنفرانس مطبوعاتی داره و به سوالهای سخت پاسخ میده و پوستشو این رسانه ها میکنن. آقای خامنه‌ای کجاست؟ آقای خامنه‌ای چرا عمل کردش، چرا پاسخگویش به اندازه قدرتی که در اختیار داره نیست؟ این مسئله است. حرف از تحریم زدن اصولا یه حرف به اصطلاح گمراه کننده است. ما تحریم هستیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی معتاد شده به آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی. تا این از دست از این اعتیاد بر نداره، یا ما تا اینکه این افراد معتاد و از قدرت خارج نکنیم، همچین نگونبختی بر سر ایران هست. سپاسگزارم از امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از ایالت ایندیانای آمریکا با ما. چرخه خشونت در افغانستان بالا گرفته. نه ماه رمضان از سرعت اون کاسته و نه ویروس کرونا از فشاران کم کرده. طالبان دولت افغانستان را متهم کرده که به تعهد خود بر اساس توافقنامه صلح این گروه با آمریکا عمل نکرده. به همین دلیل این گروه به تقاضای آتش بس یا کاهش حملات توجهی نمی کند. در مقابل دولت افغانستان میگوید که به تمام اقدامات لازم برای توقف جنگ عمل کرده، ولی طالبان به کاهش خشونت ها پایبند نیستند. علی حسینی گزارش میدهد. گروه طالبان در اعلامیه‌ای گفته از روز اول پس از امضای توافقنامه با آمریکا دولت افغانستان موانع ایجاد کرده. به گفته این گروه، بر اساس توافق صلح آمریکا و طالبان در قطر، دولت باید 5000 زندانی طالب را آزاد می‌کرد که نکرد. تیم مذاکره کننده هم که معرفی کرده جامع نیست و اختلاف بین خودشان را هم حل نکردند. این گروه گفته آمریکا و ناتو هم به مسئولیت خود عمل نکردند. برعکس، ناتو میلیون‌ها مرمی گلوله به دولت کمک کرده که تحریک کننده است. با این وضع آتش بس یا کاهش حملات غیر منطقی است. دولت هم اما در مقابل مشت انتقادهایش علیه طالبان پر است. میگوید قرار بود خشونت‌ها کاهش یابد. جنگجویان طالبان اما روزانه بیش از 50 حمله انجام دادند. در کمتر از 2 ماه پس از توافق با آمریکا این گروه 2804 بار حمله کرده. دولت میگوید در حملات روزانه طالبان به گونه متوسط 15 نفر کشته و زخمی شدند. از جمله در هفته گذشته 34 غیر نظامی کشته و 66 نفر زخمی شدند.
با وجود اتهام‌ها علیه یکدیگر، رهایی زندانی‌های دو طرف تا هفته گذشته ادامه داشت. 550 زندانی طالب آزاد شدند و گروه طالبان هم گفته بیش از 60 نیروی امنیتی را آزاد کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این وضعیت و اتهام زنی دو طرف به این دلیل است که دولت افغانستان باید به توافقی عمل کند که نه در آن حضور داشته، نه آن را امضا کرده و نه تمام آن را قبول دارد. اگر این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد، بعید به نظر می رسد گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. گفتگوهایی که هر بار دولت گفته به زودی آغاز می شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. باز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا این گروه به درخواست آتش بس در ماه رمضان جواب رد داده. امروز ما در این بخش اعلامیه داشتیم و وضاحت وجود داره که از خواست آتش بس یا کاهش حملات یک استفاده تکتیکی صورت میگیره از طرف جانب مقابل و ما به این باور هستیم که آنها میخواند از این فرصت استفاده نامشروع بکنند، چون اگر واقعا آنها میخواستند که بس برقرار شوه و جنگ خاتمه پیدا کنند، باید شرایط را فراهم میکردند و میگذاشتند که توافق نامه امارات اسلامی با آمریکا به قسمی که گفته شده بود پیش میرفت و شرایط فراهم میشد تا با هم میشستیم افغانها در میان خود می رسیدیم به مذاکرات بین افغانی و بحثا انجام می شود بالای آتش بس و کاهش خشونت، همه مسائل مطرح می شود. یکی موانع ایجاد شد، پروسه تا حال را به تعویق افتاده و همچو خواست ها می خواهند یک استفاده تکتیکی از این صورت بگیره، ولی حالا ما می خواهیم که به این خواست ها توافق نداشته باشیم و نپذیریم. خب آقای مجاهد، اختلاف شما با دولت افغانستان دامنه داره، موضوع هم مربوط به امروز دیروز نیست، ولی حرف اینه که افغانستان در یک شرایط استثنایی است، حتی جهان بیماری کرونا همه رو تهدید میکنه، ماه رمضان هم هست، فکر نمیکنید که این برای شما به عنوان یک جنبش مذهبی درست نیست یا شما رو در موقعیت بدی قرار میده که کشوری خارجی مثلا آمریکا از شما بخواد که به ماه رمضان احترام بگذارید یا نیروهای ناتو از شما بخوان که به خاطر ماه رمضان حملاتتون رو متوقف کنید؟ در اینجا یک باریکی باید زیر نظر باشه، ما جنگ ما علیه مردم نیست، نه خدای نخواسته آنقدر به چوکات و به قانون است که اگر مریضی کرونا باشه و مشکلات اجتماعی باشه و ما هنوز هم امون جاهایی که آسیب دیدند و به مخاطره مواجه بسازیم. جنگ ما فعلا در سه کتله خلاصه میشه که گاهی وقت دشمن پیشروی میکنه، ما جلوی آن را میگیریم، یعنی حالت دفاعی را به خود داره، و همچنان گاهی وقت یورش های بسیار وسیع و گسترده از طرف دشمن آغاز میشه که ما جلوش رو میگیریم. گاهی وقت بعضی از ساحات قبلا محاصره شده رو میخوایم محاصره رو بشکنن که ما جلوش رو میگیریم. ولی آقای مجاهد، وقتی شما میگید دشمن، طرف مقابل شما الان افغان ها هستند، اونها مسلمان هستند، شما مدتی است که حملات خودتون رو به آمریکایی ها متوقف کردید، اشاره هم کردید، و ضمن این هم اگر شما میگید که در موضع دفاعی قرار دارید، ولی آمارهایی وجود داره مبنی بر این که از زمان توافق صلح تا حالا نزدیک به 2000 مورد حمله از طرف شما صورت گرفته. همه حملاتی که انجام شده از همین سه ناحیه بودن که من قبلا متذکر شدم. ما در حالت جنگی قبلی وجود داریم، فعلا به میدان نبرد نرفتیم، چون مساحت مفتوحه وجود داره، ما باید از آنها دفاع بکنیم، ساحتی وجود داره که ما آن را نگرانی بکنیم. دشمن از این فرصت ها و خلاها استفاده کرده در نقدر زمان، هم در راه صلح و هم در راه مذاکرات بین افغانی سنگ اندازی کردن، موانع ایجاد کردن، هم در راستای امنیتی رفتن پیشروی سعی تلاش پیشروی دارن، پوسته های نو افراز میکنن، ما مجبور میشیم اکثر عمل داشته باشیم. آقای مجاهد، وقتی میگید دشمن، منظورتون کدوم دشمنه؟ من اشاره کردم که شما قبلا نیروهای آمریکایی رو به عنوان نیروهای خارجی دشمن میدونستید، الان به اونها حمله نمیکنید. طرف مقابل شما نیروهای افغان هستن و اتفاقا بر اساس آمارهایی که وجود داره صدها غیر نظامی در این مدت کشته شدن یا زخمی شدن.
باید یادآور شم که دشمن به اصطلاح ما جهت مقابل عبارت است، کسی که در نتیجه اشغال آمریکا به وجود آمده و از منافع آمریکایی دفاع دارند و از آمریکایی میخواهند در افغانستان تطبیق شده شد و از او دفاع دارند. آقای مجاهد شما میگید دشمن شما، بله آقای مجاهد میگید دشمن شما دست نشانده آمریکاست، در حالی که شما با خود آمریکایی‌ها توافق کردید. این عجیب نیست که افرادی که متعلق به آب و خاک افغانستان هستند، خواهران و برادران شما هستند، رو هنوز دشمن میدونید؟ تعجب به خاطر نیست که همین افرادی که باید خواهر و برادر ما میشدن 19 سال در رکاب آمریکا علیه ما میجنگیدن. اونم بیشتر از 10,000 زندانی ما در زندان های آنها با مخاطره مرگ مواجه هستند. همین افرادی هستند که آمریکا اگر جنایت را میکردن اینها چندین برابر اضافه تر از جنایت را مرتکب میشدن. حال نیاز به این داریم که باید با هم مفاهمه داشته باشیم و از دروازه مشروع مفاهمه که مذاکرات بین الاقوامی است وارد بشیم. خیلی خوب، اگر حرف از مفاهمه میزنید طرف مقابل رو به رسمیت بشناسید، دولت افغانستان رو به رسمیت بشناسید، با اونها وارد گفتگو بشید. هیئتی که اونها تعیین کردن رو حتی قبول نکردید شما. نه خیر، ما اداره کابل من حیث حکومت به رسمیت نمیشناسیم، ولی جهت‌های مختلف افغانی که با ما در منازعه قرار دارن آنها را من حیث یک جهت میشناسیم، با آنها میشینیم و ما کوشش داریم که به مذاکرات بین افغانی وارد. آقای مجاهد شما میگید که کوشش میکنید، شما میگید که اونها رو به عنوان یکی از طرف‌ها به رسمیت میشناسید، ولی هیئت‌های اونها رو بارها رد کردید، هیچ وقت با هیئت‌های اونها نمیشستید که روبرو صحبت بکنید، حتی استدلال طرف مقابل را حاضر نیستید که بشنوید. نه خیر، چنین نیست. ما تاریخ معینی را تعیین کرده بودیم که باید تیم مذاکراتی جانب مقابل تعیین بشه و از اختلاف بیرون بشن که در داخل خودشان هم بالای تیم خود اتفاق داشته باشن، که خدای نخواسته نشه که ما با یک برخی از آنها صحبت بکنیم و برخی دیگر باقی بمانه تا مشکلات حل نشوه. از اون لحاظ باید همه یک جا بشن، اتفاق با تیم خود داشته باشن، بعد تیم را به ما معرفی بکنن و بیشتر مذاکرات بکنیم. ما تیم را رد نکردیم من کل الوجوه، بلکه شرایط گذاشتیم که تیم باید طرف مقابل هم با اتفاق همه باشه. فکر نمی کنید که شما خودتون رو در جایگاهی قرار دادید که اعضای هیئت مذاکره کننده طرف مقابل رو هم میخواید تعیین کنید؟ نه خیر، ما موضوع آنها را تعیین نمی کنیم، ولی باید این را تصریح بکنیم که امروز زمان گروه های مختلف اعلامیه دادن و امو تیم را نپذیرفتن و رد کردن. و شما این را مشاهده هستیم که در کابل اکنون دو حکومت وجود داره و دو حکومت خود را مشروع میدانند، هر کدامشان کوشش میکنند که خود را به مشروعیت برسانند. فلحاظ در این یک حالت باید دشمن ما سطح واحد داشته باشه. اگر سطح متعدد داشته باشه ما با یک گروه وارد مذاکره شویم، به نتیجه برسیم، گروه دیگر بیرون بمانه، پس منازعات مثل که قبلا بود باقی میمانه و ما به نتیجه ملموس نمیرسیم. ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی طالبان. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح از کابل با ماست. متاسفانه به دلیل اینکه برق در کابل دچار مشکل شده این گفتگو رو تلفنی انجام میدیم، امکان ارتباط تصویری به دلیل نبود برق در کابل امشب نیست. خانم انوری، شما اگر به جای طالبان باشید با یک دولتی که چند بخشی است مذاکره میکنید، آیا پیش نیاز گفتگو با طالبان اجماع دولت نیست؟ آیا فکر نمی کنید که این اختلافاتی که هست بخش مشکلی عمده ایجاد کرده؟ سلام به شما. اول خوب باید بگویم که جمهوری اسلامی افغانستان یک دولت و یک رئیس جمهور منتخب داره که فعلا رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی است. مشکلات سیاسی وجود داره و این مشکلات سیاسی در حال حل شدن است. در رابطه نظر طالبا که عالی بهانه را آوردند، باید بگویم که در حالتی که پیش از انتخاباتم بود اینا بهانه های به خاطر از این که واقعا به این مذاکرات تندر نتن و این مذاکرات پیش نره داشتن، اما عالی این یک بهانه جدید است. ولی
باید بگویم که با وجود همه مسائل روی موضوع صلح در افغانستان یک اتفاق نظر کامل وجود داره. چنانچه شما دیدین هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی مورد استقبال قرار گرفت که خودش نشان دهنده یک اتفاق نظر در مورد صلح هست. ما فکر نمی کنم یک دلیل منطقی به خاطر از این که ما با مذاکرات حاضر نمیشیم باشه. دولت افغانستان حاضر آماده است، تیم مذاکره کننده آماده داره، به خاطر از این که واقعا مذاکرات به شکل مستقیمش بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان. خانم انوری، مثلا هیئت طالبان در کابل بودن، هیئتی که برای آزادی زندانیان به کابل اومده بودن، نتونستید اونها رو راضی بکنید. یک بخش مهم از تلاش‌ها برای گفتگو پیش نرفت. آیاتی که از طرف طالبان به خاطر رهایی زندانیان به کابل آمده بود، به خاطر ساختن یک مکانیزم درست برای رهایی زندانیان بود که روی از اون موضوع کار بسیار زیاد پیش رفت و چنانچه شما در جریان هستین حدود 5.5 ساعت زندانی طالب تا به حال از زندانهای افغانستان رها شده و این نتیجه و محصول امو کار است که در امو جریان صورت گرفت. ولی اگر هدف ما رهایی کتلوی زندانیان طالب از زندانهای افغانستان باشه، این منطقی نیست. نه دولت افغانستان و نه امو نهادهای بین المللی که در این روند هستند طرفدار این مسئله هستند. دولت افغانستان مطابق قوانین موجود در افغانستان کار خود انجام میده. میکانیزم برای رهایی زندانیان تا حد زیاد انکشاف داده شده و روی زو بیشتر کار جریان داره و مطابق از اون عمل میکنه. ولی خب خانم انوری، میدونیم دیگه طالبان با طرف آمریکایی سر این موضوع به توافق رسیدن، پس احتمالاً حالا بیشتر مشکل بین شماست و آمریکا تا مشکل با طالبان. در توافقنامه‌ای که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده، اونا گفتن که الا 5000 زندانی رها میشن. اما یکی خواهی که اگر دو کدام تاریخ مشخص هم داده شده باشه، تاریخ اصلا منطقی نیست، به خاطر از اینکه رهایی 5000 زندانی یک کار نیست که دفعتا صورت بگیره. اونا همه گیشان دوستیه دارن، همه گی دوستیه پروسیجر داره و اونا باید به طرف تکمیل شدن بره و این کار غیر مسئولانه را دولت افغانستان کرده نمیتونه. در ضمن روی از اون میکانیزما در امانگی با خود تیمی که از گروه طالبان و افغانستان آمده بود، تیم 4 نفریشان روی از او کار شده و به اساس از او پیشرفت‌های وجود داشته. در ضمن از او روند صلح یک پکیج است، یک بسته است، تمام فعالیت‌هایش باید همزمان و هماهنگ پیش بره. ما در ضمن از اینکه روی رهایی زندانیا کار میکنیم و روی میکانیزم از او کار کردیم و بیشتر کار میکنیم و روی لیست‌های از اونا بررسی جریان داره، در این طرف دیگه میخواییم که روی شروع مذاکرات بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به تفاهم برسیم و این مذاکرات شروع شد. سپاسگزارم از ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح از کابل با ما. رئیس جمهوری ایران گفته این کشور بر اساس میزان شیوع کرونا به 3 منطقه تقسیم می شود و در مناطق کم خطرتر به زودی اماکن مذهبی بازگشایی خواهد شد. این در حالی است که یک مقام وزارت بهداشت گفته روند ابتلا همچنان رو به افزایش است. دبیر ستاد مقابله با کرونا هم هشدار داده که شرایط کرونایی کشور بسیار شکننده است. طبق آمار دولتی طی شبانه روز گذشته حدود 1150 نفر به شمار مبتلایان اضافه شده و 60 نفر هم جان باختند. همزمان بقیه جهان همچنان با شیوع کرونا و عواقبش دست و پنجه نرم می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این ماه رمضان با همیشه فرق دارد. تنهایی این مؤذن در نپال حکایتگر دورانی است که مذهب تقدم را به سلامت داد و نماز جماعت در بیشتر کشورهای اسلامی با فاصله گذاری اجتماعی برپا شد. اما همین اندک مراسم در ایران هم برای خیلی از مذهبی ها فراهم نیست. اما فشار جریانات مذهبی به دولت برای بازگشایی مساجد و اجتماعات مذهبی فشار سنگینی است. اما این جریانات پاسخی بیشتر از آنچه امروز حسن روحانی به آنها داد نگرفتند. ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم. در مناطق سفید که وزارت بهداشت درمان اعلام میکنه، بگن این شهرها در این روز میتونن
مساجدتون با این شرایط با این پروتکل ها باز بشه، نماز جمعه هم به همچنین. فعلا در ایران همه تابع برنامه های دولت هستند، از رهبر ایران گرفته که روز گذشته دعای مجازی برپا کرد تا این افراد که مراسم ترحیم امام جمعه سابق قم را اینگونه برگزار کردند. ولی همه مسلمانان در همه نقاط دنیا تن به این فاصله گذاری ها ندادند. اینجا در شهر هرات سخنران به این جمعیت متراکم نمازگزار میگوید خدا آمار مرگ و میر در افغانستان را پایین تر از آمار مرگ و میر اروپا و آمریکا قرار داد. آمریکا به 24 ساعت 1800 نفر میمیره. در ایتالیا به 24 ساعت 450 نفر میمیره. افغانستان از روز اول تا به امروز مرگ کرونایی به 40 نفر هم نرسیده. خیلی از مردم حرفهای رهبران سیاسی و مذهبی خود را باور می کنند. قفسه های خالی مواد ضد عفونی در آمریکا گواهی نگران کننده بر این مدعاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود شاید تزریق مواد ضد عفونی به بدن به درمان کرونا کمک کند. آمریکا بیشترین تلفات را در دنیا داشته و شهر نیویورک بیشترین تلفات را در آمریکا. اما این مانع از آن نشد که این ساکنان نیویورک با این آواز خوانی بر روی بالکن روحیه نگیرند. خیلی ها از این قرنطینه های طولانی خسته شدند، از جمله صاحبان این کسب و کارهای کوچک در آمریکا که علیه قرنطینه دست به اعتراض زدند. آنها هم از ماندن در خانه کلافه شدند. اما برای ساکنان بعضی کشورهای اروپایی کاهش مقررات هرچند اسباب هشدارهای کارشناسان بوده، ولی فرصتی نیز به دست داد تا اینجا در اسپانیا بعد از 6 هفته قرنطینه کودکان از منزل خارج شوند و نفسی تازه کنند. عواقب کلافگی قرنطینه در عراق نیز با آمار دلخراش افزایش 50% خشونت‌های خانگی و خودسوزی‌ها خود را نشان داد. کمک به خیلی از اقشار آسیب پذیر شاید بتواند کمی از این تنش‌ها بکاهد. در ایران هم هدف این داوطلبان رساندن کمک‌های غذایی و اقلام مورد نیاز به اقشار محروم دقیقاً همین است. سیاوش اردلان، بی بی سی. بعد از حرف‌های جنجالی دونالد ترامپ درباره تزریق مواد ضد عفونی کننده به بدن، رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس‌های خبری روزانه‌اش را متوقف کرد. او از سوال‌های خبرنگاران شکایت دارد. منتقدانش هم او را به نشر اطلاعات غلط متهم می‌کنند. به گزارش بعضی از رسانه‌ها تصمیم او به توصیه مشاورانش بوده که گفتند این حرف‌ها به کارزار انتخاباتی‌اش صدمه خواهد زد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. کنفرانس های خبری رئیس جمهوری آمریکا که بیش از یک ماه هر روز برگزار می شد برای اطلاع رسانی درباره مبارزه با کرونا و البته میدانی برای رویارویی دونالد ترامپ و خبرنگاران. اما بعد از جنجال های اخیر آقای ترامپ عطای این جلسات را به لقایش بخشید. فایده برگزاری کنفرانس های خبری کاخ سفید چیه؟ وقتی رسانه های داغون غیر از سوال های خصومت آمیز چیزی نمی پرسن و حقیقت و واقعیت رو دقیق گزارش نمی کنن. اونها بیننده هاشون بیشتر میشه و مردم آمریکا چیزی غیر از خبر جعلی گیرشون نمیاد. ارزش وقت و زحمتش رو نداره. تصمیمی که همزمان شد با عبور آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا از مرز 50,000 نفر. بیشترین تلفات در دنیا. و یک روز پس از حرف‌های جنجالیش که صدای پزشکان را درآورد. اینجا او به تیم مبارزه با کروناش پیشنهاد داد تا برای درمان درباره تزریق مواد ضد عفونی کننده به بدن تحقیق کنند. و این چهره پزشک تیم وقتی رئیس جمهوری بلند بلند فکر می‌کند. پزشکان می‌گویند این کار منجر به مرگ می‌شود. البته آقای ترامپ بعداً گفت شوخی کرده. من داشتم به طعنه از خبرنگارهایی مثل تو میپرسیدم که ببینم چی میشه. مواد ضد عفونی کننده یا تمیز کردن دست شاید کارساز باشه. پیشنهاد آقای ترامپ تولید کنندگان مواد ضد عفونی را هم به تعجب واداشت. تا آنجا که یکی از معروفترین آنها بیانیه‌ای صادر کرد و هشدار داد مردم تحت هیچ شرایطی نباید این مواد را به خود تزریق کنند. پیشنهادهای دیگر او مانند تاباندن نور و اشعه ماورای بنفش یا استفاده از داروی هیدروکسیکلوروکوین برای درمان بیماری کووید 19 هم رد شدند. اما او توانسته گام‌های عملی هم بردارد.
دو کشتی درمانی به نیویورک و کالیفرنیا اعزام کرده و دولتش در آزمایش کرونا در ابعاد وسیع موفق بوده. انتقاد دیگری که به دولت او می‌شود منحل کردن تیم مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر است که در دوران باراک اوباما تشکیل شده بود. دونالد ترامپ از 3 ماه پیش درباره کرونا اظهار نظر کرد اما گفت همه چیز تحت کنترل است. منتقدانش از اعلام دیرهنگام قرنطینه و جدی نگرفتن آن در ماه‌های اولیه شکایت دارند. خیلی ها فکر میکنن این ویروس در آوریل با گرم شدن هوا از بین میره. به طور معمول توی آوریل از بین میره. تا 4 روز دیگر آوریل تمام میشود اما پیشبینی شده تلفات آمریکا از مرز 60,000 نفر هم عبور کند. تنها طی 1 روز حدود 2,500 نفر جان خود را از دست دادند. در این شرایط در بعضی از ایالات تظاهرات ضد قرنطینه برگزار میشود که خبرگزاری رویترز میگوید افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ آن را برگزار کردند. تظاهرات طرفداران دونالد ترامپ دستورهای دولت خود او مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی را نقض میکند. ویروسی که جان بیش از 200,000 نفر را در جهان گرفته نیاز به همکاری بین المللی را بیش از پیش میکند. اما در این شرایط آمریکا کمک مالی به سازمان جهانی بهداشت را قطع کرده. شاخه‌ای از سازمان ملل که بخشی از کارش مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر است. آقای ترامپ این نهاد را به جانبداری از چین متهم کرده. در جلسه اخیر این نهاد، جای قدرتمندترین کشور دنیا برای مبارزه با بزرگترین چالش پیش روی جهان امروز خالی بود. پرهام قبادی، بی بی سی. بحران کرونا برای دانشجویان خارجی در خیلی از کشورهای اروپایی چالش بزرگی است. در آلمان اکثر قشرهای جامعه که با زیانهای مالی روبرو شدند توانستند از دولت کمک مالی بگیرند، ولی دانشجویان خارجی تا به حال هیچ کمک رسمی از دولت دریافت نکردند. بامداد اسماعیلی در این باره با بعضی از دانشجویان ایرانی در آلمان صحبت کرده. در دانشگاه‌های آلمان پرنده هم پر نمی‌زند. قرار بود که از این هفته بعد از حدود 2 ماه تعطیلی ترم تابستانی دانشگاه‌ها آغاز شود. اما حال با ادامه بحران ویروس کرونا اکثر دانشگاه‌ها در این ترم کلاس‌های مجازی برگزار می‌کنند. سینا شکوهی 1.5 سال است که در فوپرتال آلمان است و می‌خواهد فوق دیپلم خود را در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر بگیرد. او تا شروع بحران کرونا برای پرداخت مخارج خود در یک رستوران زنجیره‌ای کار می‌کرد. ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و خب رستوران قاعدتا بسته شد، ولی خب بعد از چند روز به علت هم بحران کرونا و هم بحرانی که خود اون شرکت داشت اعلام ورشکستگی کرد و خب همه ما بعد از چند روز و به خصوص دانشجویان در مرحله اول نامه فسخ رو دریافت کردیم و حتی همین الان حقوق ماه مرس رو هم دریافت نکردیم با اینکه تقریبا نصفش رو مشغول به کار بودیم. مشکلی که در حال حاضر هزاران دانشجوی خارجی در آلمان با آن مواجه هستند. طلا ریاضی 5 سال است که ساکن شهر بوخوم است. او زبان و ادبیات آلمانی می‌خواند. در کنار درس در یک سالن آرایشی به عنوان طراح ناخن کار می‌کرد. اما الان بیش از 1 ماه است که محل کار او مانند اکثر مغازه‌ها در آلمان بسته شده است. بر اساس بسته شدن تمام مغازه ها من هم خب در طی همین داستان کارم رو از دست دادم و حدود 1 ماه و نیمه که هیچ گونه درآمدی نداشتم. دانشگاه بوخوم برای ما شرح داد که در حال حاضر برنامه ای برای کمک مالی به دانشجویان خارجی ندارد. البته تصمیمات دانشگاه آلمان در این زمینه مختلف است. بعضی از دانشگاه‌ها در آلمان با ارائه کمک‌های مالی به داد دانشجویان می‌رسند. یکی از این دانشگاه‌ها اینجا در آخن هست. می‌خوایم از برنامه‌شون مطلع بشیم. مارک شلوسل مدیر آستا یا سازمان حمایت از حقوق دانشجویان دانشگاه آخن است. او می‌گوید ما همیشه 2 پروژه کمک مالی به دانشجویان داشته ایم. یک وام کوتاه مدت داریم. میتونن 350 یورو دریافت کنن. مثلا زمانی که نمیتونن اجاره یا مخارج دانشگاه رو پرداخت کنن. یه وام دراز مدت هم داریم تا 1200 یورو که از طریق شورای دانشجو تصمیم گیری و پرداخت میشه. این وام رو میشه سالی 1 بار درخواست کرد و باید تا 10 سال یا تا پایان زمان تحصیل برگردوند. هر 2 مورد بدون بهره هستند. در دوران کرونا هم 1 بورس کووید 19 تعیین کردیم
با پیشنهاد ما در مورد دانشجو تصمیم گیری میشه، این پول بعد از پرداخت نباید پس داده بشه تا بشه این دوران سخت رو طی کرد. بحران کرونا اما تنها شامل دانشجویان ایرانی در آلمان نمی شود. در ایران هم صدها دانشجو بعد از دریافت ویزای خود به خاطر بسته شدن مرزهای اتحادیه اروپا قادر به سفر نیستند. آنها حتی جلوی سفارت آلمان تجمعی انجام دادند تا ویزای آنها را تمدید کنند. 27 روز دیگه ویزای من منقضی میشه و سفارت به من گفته که اگر نتونم از ویزام استفاده بکنم مجددا باید این پروسه رو طی بکنم. که خب اصلا این شرایط برای ماها عادلانه نیست، چرا که ما خیلی زحمت کشیدیم تا به اینجا برسیم. ویزای جمع کثیری از این دانشجویان در حال اتمام است و بنابر این تلاش چندین ماه و حتی چند ساله این عزیزان جهت اخذ ویزا در صورت تداوم این بحران در حال زائل شدند. وزارت خارجه آلمان تقاضای مصاحبه با ما را رد کرد. آنها در جواب کتبی اما می نویسند امکان تمدید اعتبار روادید وجود ندارد و دانشجویان باید درخواست جدیدی ارائه نمایند. دانشجویان ایرانی چه در آلمان چه مشتاق به تحصیل در آلمان در حال حاضر یکی از اصلی ترین ضربات را در این بحران کرونا خوردند. اکثرا اما از دوست و آشنا توانستند کمک مالی بگیرند یا از پسندازهای خود استفاده کنند. بامداد اسماعیلی، بوخوم، آلمان. یکی از دردسرهای جانبی دوران بحران کرونا این است که مردم از خیلی از سرگرمی‌های همیشگی خودشون محروم شدند. یکی از این سرگرمی‌ها تماشای مسابقه‌های ورزشیه که در سراسر جهان هوادار میلیاردی داره، مخصوصا فوتبال. طرفداران فوتبال بی صبرانه منتظر از سرگیری بازی ها هستند. ولی تا اون موقع اگه میخواید بدونید که در دنیای فوتبال حرفه‌ای چه اتفاقهایی در حال رخ دادن هست، گزارش پوریا جعفری رو ببینید. در این روزگار بی فوتبالی بعضی استادیوم های خالی بیکار نبودند، مثل اولترافورد خانه منچستر یونایتد که برای تشکر از نظام خدمات بهداشتی بریتانیا تغییر قیافه داد. اما سوال مشترک دنیای فوتبال اینه که مسابقه ها کی از سر گرفته میشن؟ آرسنالی ها که تا اینجا فصل خوبی نداشتن و سرمربیشون هم تازه از ابتلا به کرونا حالش خوب شده، از فردا تمرین های خودشون رو شروع میکنن، البته با فاصله گذاری هایی که توصیه شده. در طرف دیگه لندن مربیان و بازیکنان چلسی تصمیم گرفتن که از حقوقشون به صورت رسمی چیزی کم نکنن و در عوض به خیریه هایی که خودشون صلاح میدونن به صورت شخصی کمک کنن. البته تو این مدت رومن آبراموویچ مالک روس و پولدار چلسی بیکار نبوده و کمک های مالی زیادی به پرسنل نظام بهداشت و درمان بریتانیا انجام داده. این روزها اکثر فوتبالی که بازی میشه اما روی صفحه های تلویزیون و با برنامه های کامپیوتریه. ستاره های زمین فوتبال هم برای جایگزین کردن هیجان مسابقه به فوتبال الکترونیکی رو آوردن. مسابقه هایی که ممکنه در اون لیورپول منچستر سیتی رو بزنه، ولی احتمالش هم هست که وولورهمپتون قهرمان دیگه برتر انگلیس بشه. خیلی های دیگه اما همچنان تو خونه هاشون هستن. این ویدیو باشگاه پاریس سن ژرمن برای شبکه‌های اجتماعی، از شیرین کاری کیلیان امباپه ستاره جوون ملی پوششون گرفته تا تبریک شروع ماه رمضان به مسلمان‌ها و طناب زدن در خونه برای آماده نگه داشتن شرایط فیزیکی بدن‌هاشون. کشوری که خیال طرفداران فوتبالش رو راحت کرده هلنده که طبق حکم فدراسیونش اعلام کرده مسابقه های این فصل نیمه تموم خواهند بود. نه قهرمانی اعلام میشه، نه تیمی به دسته پایین تر میره و نه تیمی به دسته بالاتر. آژاکس و آزد آلکمار مجوز لیگ قهرمانان اروپا رو گرفتن. این دوتا تیم دوبار در این فصل نیمه تموم فوتبال هلند با هم روبرو شدن که آلکمار هر دوبار برنده بود. یک بار یک هیچ در زمین خانگی و یک بار هم در آمستردام آرنا در پایتخت هلند. به عنوان بازیکن یا مربی همیشه دوست داری که بازی رو توی زمین مسابقه بتونی ببری. از اول لیگ ما همیشه صدرنشین بودیم. متاسفانه نمیتونیم قهرمان بشیم ولی باید این شرایط رو درک کرد. البته این تصمیم معترضینی هم داره، مثل اوترخت تیم ششم جدول که سال آینده مجوز حضور در لیگ اروپا رو نگرفته و حالا میخواد از فدراسیون فوتبال هلند شکایت کنه.
تیم کامبور هم که با 11 امتیاز اختلاف در صد جدول دست دومه، با از دست دادن فرصت صعود به دست اول از معترضین اصلیه. این بزرگترین افتضاح تاریخ فوتبال هلند. اونایی که این تصمیم رو گرفتن تا آخر عمرشون احساس گناه میکنن. یوفا و بازیکن‌ها طرف ما رو گرفته بودن و 11 امتیاز هم جلو بودیم. نمیدونم یه دفعه چی شد. چطور چنین تصمیمی گرفته شد؟ با این کارشون فوتبال دسته دو هلند رو نابود کردن. نمیدونم مسابقه دادن دیگه چه مفهومی داره. در بعضی نقاط دیگه دنیا اما فوتبال همچنان در جریانه. مثل تاجیکستان که این هفته یک برد پرگل برای استقلال دوشنبه در اون ثبت شد. استقلال پشت درهای بسته این هفته کاکتوش رو 6-1 برد و حالا با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر جدول لیگ تاجیکستانه. جایی که آب از آب تکون نخورده بلاروسه که لیگش با حضور تماشاگران برگزار میشه. 284 نفر این هفته برد 2-0 بات بوریسوف رو از نزدیک دیدن که هر دو گل مسابقهش هم تماشایی بودن، ولی نه به اندازه‌ای که عاشقان فوتبال در سراسر دنیا رو سیراب کنن. اونا هنوز منتظرن که شرایط عادی بشه و هر هفته همون تیم‌ها و بازیکن‌هایی رو که میشناسن دنبال کنن. در این لحظه و این دوران این حد اکثر فوتبالیه که گیر تماشاگرها میاد، ولی خواسته قلبی اونها اینه که شرایط هرچه زودتر به حالت عادی برگردن و بتونن بازیکنها و تیمهایی رو که میشناسن و دوست دارن دوباره دنبال کنن. به طور مثال یک مسابقه هیجان انگیز مثل این وقتی تو نیمه نهایی جام حذفی آلمان دورتموند بایرن و هواداراش رو توی مونیخ شوکه کرد و با یک برد 3-2 به فینال رسید. پوریا جعفر، بی بی سی. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. باید یادآوری بکنم که میتونید برنامه رو بر روی سایت ما هم ببینید به صورت زنده یا بعد از پایان پخش زنده به صورت ضبط شده. صفحه یوتیوب ما رو هم فراموش نکنید، به صورت زنده میتونید این برنامه رو در صفحه یوتیوب ببینید و بعد از پخش هم همینطور به این صفحه مراجعه بکنید. سایت ما هم با شکل و شمایلی کم و بیش جدید دوباره در دسترس هست و صفحه ویژه‌ای هم داریم که اختصاص پیدا کرده به کرونا. ممنونم از همراهی شما.